اگه هم همیشگی خسته شدی هر چی بلدی فراموش کن میدونم همیشه اینو بهتون میگم اما این یه چیز دیگه است خیلی باحاله خوشمزه است متفاوته و اینکه با طعمهای جدیدی آشنا میشی دوست دارم این مرغ رو به یاد بدم و به هدیات میدم که چجوری جوری مرینه تا انتهای مرغ طعمش بره و اینکه مهمتر از همه روش تخمیر کردن و میخوام تو مرینید بهتون یاد بدم بریم با هم دیگه این فیلم رو ببینیم که بهتون یاد میدم یه دونه مرغ نیاز داریم که حدودا درست نباشه سایزش از اکبر جوجه یه ذره بیشتر باشه بین یک و نیم کیلو تا یک و هفتصد ولی از یکم کم پایینتر نیادش پس این شد مرغ و مرغ منم یک کیلو نیمه دقیقا وزنش زعفرون داریم یه دونه پیاز داریم اینی هم که میبینید اسموکی پادر پودر اسموکی کردن مواد غذاییه که میتونید تو ایبی آمازون خیلی جاها میتونید به راحتی پیدا کنید ایران هم که اگه باشید این فیلمو میبینید خیلی از فروشگاه ها دیگه آوردن و من خودم هم تو خیلی از جاهایی که مواد رستورانی میفروشند دیدم پس این هم شد اسموکی پادر یه قاشق غذاخوری پر نیاز داریم وچستر سس که اینم به اندازه دو تا سه تا قاشق بهش نیاز داریم که من دارم آب لیمو داریم سس فلفل تون داریم خمیر مایه حاضری داریم و سیر خمیر شده و همینطور جینجر زنجبیل خمیر شده و اورگانو که پودر ارگانو این از این و روب روب هم میخوایم حتما روبی که تمدار نباشه سس مصرف نکنید روب خالص میخوایم و اینی هم که این پشت قایم شده زیر است و همینطور فلفل سفید سیاه هم میتونید استفاده بکنید نمک به میزان لازم خب میریم سراغ درست کردن سوسش اول از هر کاری که بخوایم انجام بدیم اولین کاری که میکنم پیازامون تا جایی که جا داره خوردش میکنم این کباب رو درست کنید عاشقش میشید این از این پیازارم هم نیمبند میدنیم این هم چاقو خودمونه سایتمون رو میذارم رنجر خرید بکنید با این وضعیت گرونی من اینا رو گرون نکردم همون قیمت های قبلیش دارم میفروشم و نمونه هاشم تو بازار خیلی گرون تر از اینه اینا همه دست سازه و هر کدومش برای یه کارگر تقریبا یه روز کار برده به خاطر همینه که قیمت هاشون گرونه اما چاقو اصل میخرید با خیال راحت ببینید الان تو خود کردن عینن خمیر پیازا رو میبره این از این البته یه چاقو خوب و بعد اینکه سی کیلو باش پیاز خورد کردید میتونید بگید آیا خوبه یا بده پیازا رو همه رو به این شکل خوردش میکنیم و داخل ظرفمون میبریم من دیگه زیاد وقت رو نمیگیرم خب بذاری من ظرفمونه بیارم اینم ظرف مخصوص فرمه داخل فر خیلی از چیزامو با این یا میکنم بریم سراغ مواد اولیه از مواد اولیه خشک میریم سراغش برای یه دونه مرغ یک کیلو نیم یه قاشق ارگانا بهش اضافه میکنیم و میام سراغ زیره زیرم یه قاشق چایخوری بهش زیره اضافه میکنم اینم یه قاشق غذاخوری پر اسموکی پادر میتونید آنلاین بخرید و حالش رو ببرید اصلا غذا رو زیر و رو میکنه این از این خمیر مایه خمیر مایه کاری که میکنه کمک میکنه مواد مرینیدتون به داخل گوشت نفوذ بکنه اینم از این میایم سراغ معذرت میخوام کرونا نگرفتیم ما این گردش رفتی گلوم داشتم میریختم یه قاشق خمیر سیر البته یک کنیم قاشق هم بریزیم جای دوری نمیره میام سراغ زنجبیل زنجبیل تستش خیلی قویه هر مقداری که سیر زدید نصفش هم زنجبیل میزنید اینم نصف زنجبیلمون و ورچستر سوس حالا هر تلفظی که شما دوست دارید اینم به اندازه دو تا قاشق غذاخوری بهش ورچستر اضافه میکنید دیگه این دوزار آخرش هم در بیارم این از این و آب لیمون هم زیاد نمیخوایم ترشش کنیم دو تا قاشق غذاخوری آب لیمو میخوایم بهش اضافه میکنیم و میام سراغ سس تندمون اینم از سس تند اینم به اندازه یه قاشق غذاخوری سس تند بهش میزنیم و من جلو رو خلوت بکنم اینا رو که زدیم فلفل فل و نمک حتما بزنید که پیاز آب خودش رو کاملا خارج بکنه حالا اینم میام سراغ رب ربم به اندازه دو تا قاشق اینجوری پر حالا غذاخوری سرخالی میشه اینم از رب حالا کاری که میکنید این دیگه خیلی مهمه به اندازه سه چهار دقیقه شروع می کنیم اینو به این شکلی که قشنگ پیاز تو دستمون له بشه ما اینو نیاز داریم حالا من اینو ماساژ میدم حسابی آبش تر بیاد و میریم سراغ مرحله بعد این مرغمونه زیاد هم باش ور نمیریم فقط میبینید از جایی که گردن هست از این بغل یا از انتهایی ترین قسمت شروع میکنیم مرغ رو به دو نیم کردن این چاقو رو اینن خمیر بریدتش ببینید حالا میاد اینجا بیرون فقط توجه کنید اینا. به این شکل حالا تا این مرحله مرغ و بازش کردیم بعد یه فشار کوچیک زیادم نه بعد برش میگردونیم رو به این ور یه فشار کوچیک میدیم مرغ واز میشه به این شکل حالا کاری که میکنیم اینجا رو دیگه خیلی دقت بکنید اینا رو هم نزنید اینا هم میسوزه رواش و من همیشه این بالا رو قطع میکنم ولی این بار نیازی نداریم که قطعش کنیم اینا میسوزه روش اسموکی میشه از همین جا از همین جا کاملا دقت بکنید این چربیارم مرحله بعد من میگیرم به این شکل مثلا اگه دوست دارید این باشه چربی به این شکل میگیریم ولی زیاد گیر به مرغ نمیدم خب این دومش هم, هم بزنم پرونده این دیگه تکمیل شد حالا برش ها رو میریم تو کارش این از این یه برش میبینید برش هم دادید حتما اینجوری بزنید که باز بشه حالا از اون طرف هم من برش میدم مطمئن بشیم که مرغمون کاملا باز شده میایم به این شکل این برش ها رو چی کار میکنیم تا انتها ادامه میدیم همینطور هم رو سینه اومد به این شکل ادامهش میدیم برای اینکه مواد مرینه بتونه داخلش نفوذ بکنه بالا هم به این شکل چند تا برش میدیم و آمادهش میکنیم البته اون ورش هم من برش میدنم سعی میکنیم که این برش ها جایی رو قطع نکنه بعدا کارمون رو سخت بکنه حالا حالا مواد مرینیدمون مونده اون یه مواد سفتیه حالا باز هنوز باهاش کار داریم کاری که میکنیم کلش رو زعفرون مال میکنیم به این شکل که زعفرون رو میمالم حالا اینو انجامش میدم و برمیگردم اینم روغن زیتون بهش اضافه میکنیم و روغن میذارم کنار خب روغن زیتون اینو نرمش میکنه و کمک میکنه وقتی که مرغا پختش یه چربی روی سطحش باشه این از این این حالا نرم شد و میام شروع میکنیم اینو مالیدن به تمام قسمت های مرغمون هیچ جایی هم فراموش نمی کنیم بعد هم این لاها میبینید به این شکل با دستمون باید هدایتشون کنیم به داخل مرغ به این شکل سعی کنید جایی نمونه و تمام مواد مرینه رو به تمام قسمت بمالید حالا زمانی که این بعد بمونه حالا یه پلاستیک هم میارم الان بهتون نشون میدم که باید کار بکنید زمانی که بعد این بمونه حد اقل دو ساعته اما اگه برای مغازه میخواید درست بکنید یه روز کامل بذارید بمونه و تعمش کاملا متفاوت بشه حالا اینا رو من همه جاش پشت رو میمالم و یه پلاستیک میارم و باقی کار بهتون نشون میدم اینم این, این زیپ کیپ میگفتیم ایران بهش این هم این زیبکی پاس و حالا اونایی که رستوران دارن اینا رو درست میکنید به هر کدوم ظرف جداگونه خودش میچینید توی یخچال مشترک که خواست در میارید و میپذید زمان پختش هم خیلی زیاده زمان چون یه مرغ درست است باید با حرارت کم پذی تقریبا سی دقیقه زمان میبره که پخته بشه البته نه اینکه شوله رو زیاد بکنید بذارید روش روسوز بشه توش نپزه نه اصلا این شکلی نباید باشه چون مرینید داره مستعد سوختن و جزغال شدنه موقعی هم که خواستیم بپزیم پیازا رو جدا میکنیم همه رو مرتب میکنیم اون چیزی رو که میخوایم به سیخ میکشیم و میره روی گاز البته میگم زمان پختش یه مقداری طولانیه باید دقت بکنید توی این بسته بذارید ممکن مرتون سوال به چند روز میتونیم نگه داریم سه روز حداقل میتونید نگرش دارید داخل یخچال و تازه اروز دوم به بعد خوشمزه میشه تو فروشگاه ها میبینید که آماده شد دارن میفروشن گاهی اوقات که یک هفته داخل یخچال هم اونجا میمونه اما یخچالتون حتما باید زیر چهار درجه باشه آقا دیگه آماده شد سیخ میگیریم و میریم پای گاز فقط ببینید از کجا در اومده اولی رو از اینجا زدم برای اینکه تو زمانمون صرفه جویی بشه دومی حالا نگاه کنید یه دونه میزنم دقیقا از جایی که رون خم میشه ببینید از اینجا یه دونه میزنم و سعی میکنم بعد اینجا ببرمش از داخل سینه ردش کنم به این شکل میبینید این الان این چارتا آماده است من بلندشم که بکنم به راحتی بلند میشه برگردونده میشه و روی گازم که بره به این شکل وای میسته خب این از این دیگه حالا میریم با حرارت ملایم میریم برای پختنش اما پیازا رو هم سعی بکنید حد در مقدور تا جایی که جا داره از روش جدا بکنید چون میسوزه و روسوز میشه خوب نمیشه طعمش دیگه میریم پای گاز و باقی کار رو بهتون نشون میدم خب یه سری نکات رو بهتون میگم اول که گذاشتید بذارید سمت پایینیش حسابی بپزه یعنی چی بپزه حرارت ما سعی میکنیم از پایین بیاد بالا چون پایین پر استخونه و پوستایی داره که به هر حال اصلا خورده نمیشه تو غذا به خاطر همین بذارید قسمت پایینی بپزه بالا که حرارت گرفت یه بچه اسپری اینجوری یه اسپری روش میزنید و برای اینکه میخوام یه پوست خوشمزه و خوشخوراک داشته باشه یه مقداری هم نمک روش میزنید فقط حرارت شوله سوزنی تا کاملا پخته بشه تقریبا یه 15 الی 20 دقیقه گذشته چون سایز مرغم هم سایز خوبیه مرغم هم کاملا پخته شده ببینید بافتاشو از نزدیک براتون بگیرم ببینید کاملا این مرغ پخته شده و یه کار کاملا حرفه ای عذاب در اومده اما حرارت خیلی پایینه شما دقت بکنید به این موضوع ببینید کناره ها کاملا پخته و یه کار خوب و قشنگ در اومده در حال هدف من اینه که از صف تا صد برنامه رو ببینید و لذت ببرید امیدوارم هر جا دنیا که هستید شاد و خورم باشید لینک خرید چاقو براتون این پایین میذارم و میتونید لینک رو بالا بکشید و به سایت هم برید و به راحتی خرید بکنید